نابرابری که من احساس میکنم، اولا که این نابرابری احساس کردن یکی از اون خوهای بده، یعنی یکی از اون توهماتی است که ما داریم در اثر یک توهم. من احساس کمبود میکنم و از درون من یک نیروی خداداد، یعنی یک استعدادی که طبیعت به من داده که از خودم مراقبت کنم، در درون من گذاشته اونو. این استعداد رو به کار میبرم تا اینکه این نابرابری رو جبران کنم. به طب برای جبران این نابرابری یا باید من برم بالا به دیگران برسم، یا باید دیگران بیان پایین به من برسن، به طوری که من خودم رو با دیگران در یک سطح ببینم. اگر نمیبینم حتما شروع میکنم به نوعی جبران کردن. حالا یواش یواش بیشتر توضیح میده. این که من دیگران رو بخوام بیارم پایین، این به نوعی شروع به عیب‌جویی میکنم، یعنی دائم دنبال ایراد و عیب در دیگران میگردم، چون که اگر پیدا کنم یه احساس خوبی به من دست میده، چون مقام اونا پیش من میاد پایین. یا شروع میکنم خودم رو بالاتر از اون چیزی که هستم نشون بدم و به دیگران عرضه کنم. اینه که دوچار یک نوع خودبینی میشم. ناگفته پیداست که مولانا حسد رو جزئی از دوزخ میدونه و بارزترین صفت شیطان یا ابلیس رو حسد میدونه. یه جایی میگه علت ابلیس اناخیری بوده است. اناخیری یعنی من خوبم به عربی. خب علت یعنی مرض، بیماری، مشکل. میگه ابلیس مشکلی که داشت این بود که همش میخواست بگه من بهترم، من خوبم. خب این یه طرف اون مسئله است که عنوان کردیم که من برم بالا. طرف دیگرش هم که عیب‌جوییت اون اطراف من بیان پایین. خب این پس یک مکانیزمه. هر چیزی رو ما در درون خودمون پیدا کنیم که بخواد ما رو بیهوده بالا ببره یا دیگران رو پایین بیاره، این توی این مکانیزم حسادت هست. و برای اینه که میگم اکثر ما خواسته یا نخواسته، دانسته یا ندانسته، به نوعی گرفتار این حسادت هستیم. بخش عمده‌ایش به این بیماری که ما داریم برمیگرده. بیماری ما این است که دوچار یه سری توهمات هستیم که از خودمون زیادی انتظار داریم و به آنچه که هستیم راضی نیستیم. دلیل این نارضایتی هم به طب توی عدم شناخت خوابیده. من اگه خودمو بشناسم دیگرانم میشناسم. وقتی همه رو شناختم به انضمام خودم، اون وقت خواهم دید که هیچ فرقی نیست بین ما.
مون تا الان چون یک سیستم ارزشی پشت سر من هست، پس ذهن من خوابیده و من با اون سیستم ارزشی به دنیا نگاه میکنم، اینه که میبینم دیگران از من با ارزشتر هستن. به نظر من اینطور میرسه. حالا شما حساب کنید چه بلایی سر ما میاد اگه این سیستم ارزشی پشت سر ما غلط غلوط باشه. اون وقت ما با زمین و زمان در جنگ میافتیم. ما خیلی از این بیماری ها داریم. حالا فعلا امروز این حسادش رو پی میگیریم، ولی ناگفته نماند. هرس، حسد و قضاوت کردن امراضی هستن که بشر عرض کردن طی سالیان عمرش یواش یواش بهش مبتلا میشه. خب ابیات رو از بیت 802 پی میگیریم. میفرماید گر تو را حق آفریند زشت رو، هان مشو هم زشت رو هم زشت خو. خب گفتم این هسته اصلی این مریضی اینجاست که من فکر میکنم من ناقصم. حالا اینجا مولانا میگه زشت رو، یعنی من اشکال دارم. حالا میگه تو که اشکال داری، خب از این ور حسد پیدا میکنی، زشت خو هم میشی. پس حتی اگر فکر میکنی زشت رو هستی، بیا دیگه زشت خو نباش. یعنی باید از این مکانیزم بیایم بیرون. حالا روی زیبا و زشت اینجا تو این ابیات به کار رفته، ما باید اینا رو، این کلمات رو برداریم، کلمات دیگه‌ای که توی سیستم ارزشیمون هست دونه دونه جای اینا بذاریم. این که من چرا فکر میکنم زشت رو هم، اصلا مگه زیبایی تعریفی داره؟ مگه حقیقتی توش هست غیر از این است که زیبایی هم برای ما تعریف شده؟ اصلا یکی از این مکانهایی که معدن این میکروب یا این ویروس هست توی تعلیم تربیت ما تو بچگی خوابیده. یعنی همون صحبتهای بزرگترها با هم که ما به عنوان کودک یا شاهدشیم یا به گوشمون میاد، این که فلانی خیلی خوشگله، فلانی خیلی زشته، یعنی همش این تعلیم و تربیت ما توی خانواده میگذره سالیان اولش، و توی خانواده ها هست که این ویروس به تن ما اثر میکنه و میشینه، و پدر، مادر، برادران بزرگتر یا خواهران، اینا مراجع تقلید ما هستن دیگه تو کودکی. حالا استثناء ممکنه یه بچه‌ای باشه که از اون اول زیر بار این حرفا نره هیچ، اون استثناست. ولی عموماً چیزی که من از هستی میفهمم اینه، همیشه یه عده آدم زیبا هستن، یه عده آدم زشت، یه عده آدم خوب هستن، یه عده آدم بد، و من با این آموزه ها بار میام. بعد که گرفتارش میشم شروع میکنم عکس العمل با واکنش نشون دادم، یا خودم رو میخوام بالا ببرم جزو خوبان کنم، یا دیگران بیارم پایین جزو بدان کنم.
میگه اگر تو زشت روی و این واقعا به این میگی حقیقت داره، خب بیا با همین زشت رویی تو قبول کن، دیگه زشت خو هم نشو، یه بیماری هم به نگی.